سلام، با تماشای گزارش امروز ما از تلویزیون آریانا خوش آمدید. دوستان عزیزم، نگوین که کابل مقبول نشده، کابل زیبا نشده. ما امی لحظه در منطقه جمال مینا که مربوط ناحیه سوم شهر کابل است هستم. این سمت اگر ما بریم به سمت تپه سلام را پیدا میکنیم و این طرف اگر بریم به طرف کارتای سخی را داره و این سرک هم اگر بریم سرک انجینیری پانتون کابل است و ما میخواییم که در قاط بلاکا امروز چکر بزنم و بلاکا را نشان بدیم به شما که بلاکای خیلی مقبول و مفشن و پر هزینه در کابل ساخته شده و ناگفته نمانه یک تعداد از وطنداران ما و شما که پس از سال 2000 به افغانستان آمدن، از ایران و پاکستان بیشترشان آمدن. اگر بلند منزلان نمی بود، باور بکنین که در کابل جای نمی شدن اینا. اینا جای و مکان درست نبود برای از اینا که اونجا زندگی بکنن. با وجود که قدر بلند منزل در کابل ساخته شده، اپارتمان های خوب ساخته شده، بازم مردم بی خانه هستن. پس معلوم میشه که بودن بلند منزل، ایجاد بلند منزل و یا ساختن بلند منزل ها باعث شده که چی شوه؟ یک تعداد زیاد مردم ما خانه‌دار شوند و صاحب خانه شوند. در حالی که وضعیت یک کم نگران کننده است، مردم شکایت دارند، مردم در حالت نگرانی به سر میبرند که وضعیت سیاسی چگونه میشه، وضعیت امنیتی چگونه میشه. اما نام خدا کسانی که یک مقدار پول دارند، اونا شب و روز زده میرن فقط بلاک میسازند، فقط بلند منزل میسازند. دستید میره به یکی از بلند منزلهای دیگه، شما میبینید که بلند منزل چقدر زیاد مقبول است. اما طور که او بلند منزل دیدین، اینجا ببینید این بلند منزل هم خیلی مقبول است. خب یک رقابت خیلی جدی وجود داره بین کسانی که بلند منزلهای رهایشی یا خانه های رهایشی میسازن. یک نفر اگر مقبول تا ساخت، فرد دیگه که پس از او کار شروع میکنه مقبول تر میسازه و فردی که پس از او شروع میکنه میخواد که یک بلند منزل رهایشی بسازه، او کوشش میکنه از او که همچنان استانداردتر و مفشنتر بسازه تا مردم رجوع بکنه به طرف بلاک از اینا، اینجا خانه کرا بگیره، اینجا خانه گرا بگیره. و ام قسم و یک خوبی کلانه که داره، هر بلاک از خود چوکیدار داره، هر بلاک از خود نگهبان داره و چوکیدار و نگهبان نمیمونه که آدم ناشناس به بلاک ها بالا شه و نمیمونه که کثیف شه و بلاک ها، نمیمونه که بی نظافت باشه. اما تو راستی سلام، چطور هستین؟ چه یک چوکی دارین نام خدا؟ یکم نزدیک سا چوینی طرف. نام شما چی هست؟ اینجا سا چوینی کمی؟ نازل. چقدر وقت از کار میکنین اینجا؟ ما 10 سال چوکی داریم، 6 سال اینجا. 6 سال است که دینمی بلاک شما چوکی داره؟ آدم بیگانه که به اجازه نمیدید؟ نه. دیگه چی کارا میکنید؟ دیگه صفا کاری و همین دروازه رو شون میدید. دالیزا و کل جایم تا پاک مقبول است؟ نازم ها میتونید خودت هم اینجا ششتی؟ از خانه والا باز پیسه خو میگیرید؟ آه مای چند؟ مای یک هزار خیلی مای یک هزار؟ بخاطر پاکی و صفایی؟ و چوکی داری؟ چوکی داری. خیر ببینید، زنده باشید. یگان سودا مودام کار داشته باشن میارید؟ از دکانای نزدیک، از دور نه. خیر ببینید، تشکر. ناظر بود که گفت 6 سال میشه در این اپارتمان چوکیدار است و کار میکنه. خدای اول این 3 منزله ساخته شده بود. پس از این 3 منزله میبینید که چند تعمیر دیگه ساخته شد. در اون زمان مردم فکر میکرد که مقبول ترین بلند منزل در سطح جمال مینه یا در قسمت پایینی تپه سلام شاید این 3 منزله باشه که تقریبا مانند قصر سفید را به خود داره. مگر پس از او بلاک های دیگه که ساخته شد، شما فکر میکنید که شاید این بلاک خیلی کنه باشه، دیگه بلاک ها مقبول است. باز یک ضرب المثل ما شما داریم، نو آمد به بازار کنه شد لازار. خوبی کلان دیگه که وجود داره، زیر هر بلند منزل یا زیر هر بلاک سوپرمارکت و یا دکان ها در نظر گرفته شده که هیچ نیاز نیست
کسی که در یک جای زندگی میکنه در یک بلاک بره به کوته سنگی، بره به سینمای پامیر، بره به یک جای دیگه به یک بازار، در زیر بلاک پایین شود تمام چیزایی که برای خانه ضرور است تمامش را میتونه از اونجا خریداری بکنه. و یا اگر میماندار میشن باز یک میمانای افغانستان خریدین، یک قسم نیست که زنگ بزنن اما هنگی بکنن که ما چاشت خانه تان میم، یکی به یکی ببینین ده 15 نفر میان، اونا میتونن که همزمان از نان خوش رو تا و گوشت و میوه و ترکاری و همه چیز از زیر بلاک ها خریداری بکنن. همونطور که از ترکاری ها گفتم ببینین ترکاری و میوه در اینجا است. کاکا سلام، فکر میکنم دفعه دوم است من شما را ببینم. همونطور است نه؟ خوب است انشالله. من میال با این مردم گفتم این بلاک هایی که جور شده یک خوبی کلانه که داره در زیر بلاک تمام چیز است، ضرور نیست که برن به یک بازار. شما هم میوه دارین هم ترکاری دارین، باز قیمت فروش خونه ایسته؟ مردم راضی است اگرچه مردم هم پیسه دار از ایجا. خیر ببینین، زنده باشین. کجا میری؟ کجا میری؟ دکان. چی میکنی دکان؟ کارت میرم. کارت چی؟ کارت اتصالات. برای کی؟ برای کاکای. برای کاکای؟ کاکای در خانه؟ آه. آفرین، خانه تان کجاست؟ اون در روزه. در بلاک هستی؟ نه، اون در چوبه است. اونم اینجا در چوبه هستی؟ آه. در خانه چوبدار؟ آه. نام تا نگفتی برام؟ ابراهیم. ابراهیم ادهم. خب، مکتب خوب میکنی؟ چاش چی پخته کنی؟ چاش پلاو. چی داره دیگه؟ گوشت دیگه؟ کشمش دیگه؟ دیگه چیز روغن؟ روغن دیگه؟ دیگه چیز نمک؟ نمک ها دیگه؟ دیگه نام خوشکم خواه سر دست آه میوام دارین باز؟ آه چی هست میوه؟ میوه ترکاری دیگه زرچوبه زرچوبه نه زرچوبه کداده کندازی آه دیگه؟ دیگه سر نمیفهم دیگه نمیفهمی. چاشت میمان دارید؟ ها؟ میمان دارید؟ چاشت؟ نه. خیلی برخورتون پلاو پخته کردید؟ میمان میره میایه میره میایه میمان دار زیاد هستی؟ آه میمان زیاد میایه کنید؟ آه آفرین تا از مکتب خو میکنید؟ آه بنده کیستی؟ سلفه سه بنده کیستی؟ بنده؟ بنده بنده خدا؟ آه بنده خدا آفرین برو بخیر بگیم بعضی کسانی که به بعض پدیده ها خیلی زیاد ارزش قائل هستند در کنار از اینکه مثلا بلند منزل بر خود می سازند جیب خود را در نظر میگیرند، پیسه خود را در نظر میگیرند، کار خوب دیگه که میکنند ساحه سبز را در نظر میگیرند. اما بعضی کسانی که بلند منزل میسازند پیسه تیر میکنند تا جایی که ما شنیدیم که اونم قسمت ساحه سبز و اینا بلاک بزنند حداقل یک چند اپارتمان شود جیبشان زیادتر پر شود. اما یادمه که این بلاک را ساخته ببینند که اینجا سایه سبز در نظر گرفته خیلی ببینه و اینجا ببینند چقدر نهالای خوب غرس کردن پنجه چنار است. پنجه چناران پاک سطره خیلی منظم. باور داشته باشین که 5 سال بعد اینقدر مقبول شوه این منطقه که از گفته های ما بالاتر. پس اقسم انسان های شریف باید که تشویق شوند و اقسم انسان های شریف باید حمایت شوند. شما چند تک تصویر از این اپارتمان ها رو ببینین یا این بلاک ببینین با این نویس های سبزش واقعا خوب معلوم میشه. یعنی قدر سودا چیه کوکو سلام چی هست قدر سودا پلاستیک است پلاستیک شما مفروشی بله یار سایزش است حتما ها هر سایز مردم بر خانه قدر سودا گرفتین نه بر دکاندار تا این مفلسی مردم یک قلم گرفتن نمیتونه شما چند قلم خریداری کردین
داره کار پلاستیک فروشی؟ خوب است، مقصد یک هزار هم شد از بیکاری کرد. چند وقت آوازه شد گفت دیگه پلاستیک استفاده باید نکنه دکاندارا بخاطر که مرض است؟ وازو آوازه خدای وطن ما شما روی تنم این پلاستیک نه که زیادی چیزا آوازه میشه باز گم میشه. آه جامعه عمل دیگه نمیفشه. خیلی بینی کاکو. خدا یارت باشه. و این که وزن نانا چقدر شده؟ خب نانوهای مگرم کارش بسته است. کار پرچو است؟ السلام علیکم. چطور هستین؟ قراری است؟ حالا میاله باید نان پخته کنی؟ نان گرم بر چاشت؟ والا نان خیلی بس پر ایران بخی ساتای 11 بجه شروع میکنیم. 11 شروع میشه؟ 11 بله. خب هنوز وقت است؟ هنوز وقت است. چطور کارا؟ والا کارا دیگه میخورن دیل بگیم. وزن یک دانه نان چند شده بود آخره؟ وزن دان دیگه حالی فعلا خود سر است. هر کس هر قدر جون؟ هر کس خدا وزید بتن بیده از ما فعلا 250 گرام. یکان جای میریم یک قطف که برابر شوه سه تا نان یک نفر میخوریم. یکان جای برابر میشیم که یک دانه نان میخوریم سیر میکنیم. نخو گچی شاید جوری باشه تا خیلی وزمش تغییرات است. از ما فعلا وزم ما 250 گرام است. شوربالی بسیار وزمش کم است. نظر به حساب خالی باز مرکز خود سر است میگه یک لقمه نان بذار برابر شد صداقت کدام کدام کار ما خود سر نیست خیلی نگو گفتم صداقت کم کم باش که همراه ادامی بیادر تولگر ما رو گپ بزنم یک کمکه کال نگویا کت ما گپ نزنی سلام برسا خوب است انشاءالله خیر است آرد کجایی است قزاقی آرد قزاقی روز چند دانه طول میکنی روزی یک 600 دانه طول 600 زغاله طول والله آفرین چند سال در نوعی کار میکنی 4 سال میشه کارتون بکو گپم بزنم برای من 4 سال میشه دیگه در یک مسلک است چطور آید خوب داره یعنی والا شکر است پیسه نانوایی برکت داره زیاد برکت چاشونه خلیفه چی میته براتون چاشونه شوروا میته خرما میته آه این شوروای دیگه بر چاش دیگه جور نکرین تال را چی نیست تاله ما خرابه بره که پاس بریم که یک جای پیدا کنیم که چاشت گام چاشت خورده داریم بله چای تندوری چای تنوری ره یک روز قرض باشه هزار دفعه چای تنوری میایم یک دونه نان روغنیون برام پخته کن هزار دفعه میایم اینجا میشینیم یک در غیبت هم میگیم یاد از ما شما چی مونده سابق همین یک تعداد زنایی که در خانه بیکار می بودن وارم علامت بله اینا دو تا زن یک جای شد غیبت شروع میکنه حالا مردم این کارا رو شروع کردن نه نگاه از غیبت فعلا غیبت خود دشمن انسان است گرچه غیبت میگه دوست مسلمان گوشت یک برادر خود بخوره غیبت دور قسم کی بگویم میره ناز با مانا خدا شما جوان ها را نگاه داشته باشید نگاه کنه زنده باشید خدا کمتان نکنه خراب شده که سعی چاکوش را بگیریم یک طرفیش کنیم دهی شما چی میکشین؟ گوشت میکشیم گفته آل خراب شده؟ نه رودیش میکشیم یک پاک میکنیم رودیش میکشی پاک میکنی؟ رودی خود ماشینه دفته از آه رودی ماشینه خب تشکر اینه بخیر این چقوری هم زیر کار است جایی که معلوم میشه سه چهار ماه بعد به اینجا بلند شده یک بلند منزل جدید ساخته میشه و اگر کس میخواست که کدام اپارتمان بخره اینجا بیایی بخره من از خبرم ندارم که می کدام سرای جور میشه یا کدام بلا منزل اما چقوریه که کندن یا تاده و تاکوه که برش کندن خیلی خونکش پایین است اطمان که بلا منزل ساخته میشه اطمان که بلاک ساخته میشه اولی دیگه آرام آرام کم میشه در کابل هر کسی که یک تو تولی یک تو زمین داره کلشان میرن بلا منزل میسازن مگر یگان اولیایی که تا هنوز هم اینجا باقی مانده میگن که سایبایشان در خارج است کسایی که در خارج هستن و اونا دیگه نیستن سر کار خود که بیاین کار بکنه یک تعدادشان مجبور میشه بفروشن و امام خیلی قدیمی جمال مینه نامش فراموشم شد که نام از امام امام خیلی قدیمی کارته سخی هم به نام جمال می نمیگنی امام هم به نام کارته سخی هرچند یک قسمتش در سرک رفت اما تا هنوز هم امو حمام یک منظره باقی مانده که شما به چشم سر دیده می تانید بین
بریم که به راهنما بریم یک دفعه. امیر مسئول راهنما است؟ شما هستین؟ خیلی بیاین یک ذره بر ما معلومات بتین. سلام برسه. اینجا استا چیم خوب است؟ افتاو؟ یا همیجا؟ بیا شما هم خود کمک دارین حتما معلومات. اینجا استا چیم که در تصویر ما رو خوبش بیا. چطور هستین؟ سلام علیکم. نرخو کجا رسیده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت تمام بیننده های شما. نرخا در مجموع در حد اوسط قرار داره. یک بسف زمین چند است؟ یک بسف زمین در قیمت های 75 تا 1 لک دلار. 5 تا 1 لک دینمی 4 دو برم؟ بله. کارت 4 از که دخلی ارزان؟ خب یام صحیح کارت 4 است به بی اساس که ملکیت های بسیار معتبر است. ما سرمایه گذاری کردیم و ارتباط می خریم و می فروشیم چون اسناد و موقعیت بهتر داره و نزد حکومت قضای دولت بسیار اعتباری ملکیت ها است. جمال مینه یکی از نقاط مهم و دیپلمات نشین شهر کابل است. نسبت به کارت 4 یک خرابی داره، یکان تا اگر کدام خرابی کنند به کو بالا میشن، رای گریز دارن. خب امی مشکل راستی هم مشکل امنیتی هم در این قسمت زیاد شده. با این ارتباط امی کو هم با دو نایه تقسیم است، هم نایه 2 و هم نایه 3 در این قسمت مشکل خود دارن. اما جمال مینه از قسمت کارت سخی تقریبا 1 کیلومتر فرق داره، پایان تر است که مربوط به کارت 4 میشه. پس قیمت اینجا و کارت 4 فرق نداره؟ یک کم شاید اینجا بلندتر باشه با اساس آب خوب و هوای خوب که نزدیک پایانتون کابل است. همیشه شمال طوفان که میشه اینجا اصلا خاک نیست، یک طرفش کوه است و یک طرف هم پایانتون کابل است که تا قسمت دیبوری بیش از 100 جریب زمین سرسبزی داره. به این اساس زیاد مردم علاقمند آب و هوای جمال مینه باشه. خیلی تشکر. تشکر شما. زنده باشین شما. و شما فهمیدین که چرا اینجا نرخ بالاست و نرخ گفتن 70 و 75 و همین رقم است. تا اینی بلند منزلی که در کنار دیوار لیسه عالی غازی اعمار شد 2-3 سال میشه فکر میکنم. تا به همینجا میریم، بعد با شما خداحافظی میریم. بله، هدف ما اینی بلند منزل است. شما تصویرای این بلند منزل را ببینین، ما با شما خداحافظی میکنم. هدف از گزارش امروز ما این بود دوستا، تا شما ساحه جمال مینه را ببینین که جمال مینه مانند سالهای قبل قسم نیست که فقط اولیگکای یک منزله، دو منزله یا سه منزله باشه. حال شما اگر تخمینی حساب بکنین حدود 50% جمال مینه بلند منزل یا بلاک های رهایشی ایمار شده. تا گزارش بعد، خدا نگهدار.